قصه عیاز و حجر داشتن او جهت چارق و پوستین و گمان آمدن خواجه تاشانش را کی او را در آن حجره دفینه است به سبب محکمی در و گرانی قفل آن عیاز از زیرکی انگیخته پوستین و چارقش آویخته می رود هر روز در حجره خلا چارقت این است منگر در علا شاه را گفتند او را حجره است اندر آنجا زر و سیم و خمره است راه می ندهد کسی را اندرو بسته می دارد همیشه آن درو شاه فرمود ای عجب آن بنده را چیز خود پنهان و پوشیده زما پس اشارت کرد میری را که رو نیمه شب بگشای و اندر حجره شو هرچه یابی مر تو را یغماش کن سر او را بر ندیمان فاش کن با چنین اکرام و لطف بی عدد از لعیمی سیم و زر پنهان کند می نماید او وفا و عشق و جوش وانگه او گندم نمای جو فروش هر که اندر عشق یابد زندگی کف باشد پیش او جز بندگی نیمه شب آن میر با سی معتمد در گشاد حجره او رای زد در گشاد حجره او رای زد مشعله بر کرده چردی پهلوان جانب حجره روانه شادمان کمر سلطان است بر حجره زنیم هر یکی همیان زر در کش کنیم آن یکی می گفت هی چه جای زر از عقیق و لعل گوی و از گوهر خاص خاص مخزن سلطان وی است بلکه اکنون شاه را خود جان وی است چه محل دارد به پیش این عشیق لعل و یاقوت و زمرد یا عقیق شاه را بر وی نبودی بد گمان تسخری می کرد بهر امتحان پاک می دانستش از هر غش و غل باز از وهمش همی لرزید دل که مبادا کین بود خسته شود من نخواهم که بر او خجلت رود این نکرد است او و گر کرد او رواست هر چه خواهد گو بکن محبوب ماست هر چه محبوبم کند من کردم او منم من او چه گر در پردم باز گفتی دور از آن خوب و خصال این چونین تخلید جاج است و خیال از عیاز این خود محال است و بعید کو یکی دریاست قعرش ناپدید هفت دریا اندرو یک قطره ای جمله هستی ز موجش چکره ای جمله پاکی ها از آن دریا برند قطره ها اش یک به یک میناگرند شاه شاهان است و بلکه شاه ساز و از برای چشم بد نامش عیاز چشمهای نیک هم بروی به دست از ره غیرت که حسنش بی حد است یک دهان خواهم به پهنای فلک تا بگویم وصف آن رشک ملک وردهان یابم چنین و صد چنین تنگ آید در فغان این هنین این قدر گر هم نگویم ای سند شیشه دل از ضعیفی بشکند شیشه دل را چون نازک دیدم بهر تسکین بس قبا بدریدم من سر هر ماه سه روز ای سنم بیگمان باید که دیوانه شوم
این که امروز اول سه روزه است، روز پیروز است نه پیروزه است. هر دلی کاندر غم شه می بود، دم به دم او را سر مه می بود. قصه محمود و اوصاف ایاز، چون شدم دیوانه رفت اکنون ز ساز.